یاران سخنی پدر شکستن عیب است، در خدمت او کمر نبستن عیب است. بشنیدنی درد دل او مشکل است، بشنیدن و آرام نشستن ای باست. بشنیدنی دردی دلی او مشکل نیست، بشنیدن و آرام نشستم ای باست. جانی من بادا فدای جانی بیماری پدر، جانی من بادا فدای جانی بیماری پدر. صدقی روانی غصه برداری پدر، صدقی روانی غصه برداری پدر. غصه یک خانه کدن بر محل پیرش نمود، میخورم خود را اگر باری شوم باری پدر. غصه یک خانه کدن بر محل پیرش نمود، میخورم خود را اگر باری شوم باری پدر. قامتش را خم کند فرزندی بی آری پدر، قامتش را خم کند فرزندی بی آری پدر. اون کیادی قصری کاشی کرد رفت از پیش او، زار می میرد بیادی لای دیواری پدر. اون کیادی قصری کاشی کرد رفت از پیش تو، زار می میرد بیادی لای دیواری پدر، لای دیواری پدر، لای دیواری پدر. درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و مهمانان امروزه برنامه ما هنرمندان انسمبل شش مقام نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، زیازاده سلطان آوازخوان انسمبل مذکور و هنرمند محبوب، هنرمند شناخته،
هنرمندی مردمی تاجیکستان امیردین کبیری هستند که حضور ایشان را به برنامه فضا خیر مقدم میگویم. خوش آمدید و خسته نباشید. ترانه‌ای که در آغاز برنامه اجرا کردید یک ترانه زیبا بود در وصف پدر و این ترانه در سبک و شیوه مردمی بود. یعنی جنبی مقام نبود. بیشتر این سبک و شیوه خاص منطقه حصار است. بله. بیشتر در همین سبک استاد حسین نصرالدین سپانی سید و هنرمندان این منطقه می سرودند. خب من میخواستم که میل و خواهش شما به آوازخوانی و خاصتا همین سبک از کجا بود؟ از سن جوانی سالهای 96-97 بود. خب انا همچون هواسمند استاد افضلشاه شادی رو در منگیتافون گوش میکردم و وقتی 96 سال سرودای نو که خونده بودم از همون گوش کردم الهام هم اومد. 97 سال استاد شادروان اسماعیلوف عبدالرحیم میگفتن از دنیا گذشتن در یک معرکه برنده بودم. گوش کردم و گفتن روزای دوشنبه بیا با جای کار. اومدم جای کار شو کجا؟ فرهنگ بخش فرهنگ فرهنگی شهر قرآن تبا بود. اندلیب خانه آبادی من نام داشت و اومدم من بلنجه زرفشانی خوندم یک سرودی استاد افضلشاه شادی رو امیر بوی زرفشانی اون کس همونجا گوش کرده بودم در اندلیب بکن چند ویوکتی میرد نامیناسیو کتی میرد همونجا من با امین ستیلی زرفشانی کتی یک کپلیت سخن دادن که میخونی گفته در آزمون بود در آزمون های برزی خدای های برزی خدای ششته ناز کندای های برزی خدای آد دردی دلم ادای جان کندای های برزی خدای امین رو خوندم امروز بعد از سال 97-98 با فرهنگ شهر با کار در اومدم و با کار قبول کردم تا 2002-2003 همین 2002-2003 انسامبل ششمخوم رو وقتی اعلان کردم بعد من با استاد حید با یوسفوف اونجا شیرعلی قاسمو بودن خیلی یوردن میکردن چندین ویو بودن استادوی بودن که خیلی یه جای همکاری کردیم و واقعا هم گوه در میان مردم گوهر و جوهرهای نهفتند که خب اگر رجوع کنند اگر آنها مثلا به صحنه بیایند واقعا هم نادر هستند یعنی همین گونه گوهرها رو پیدا کردن در کن مثلا با چندین هنرمندانی انسامبل ششمخوم ولایت خط المختی صحبت داشتن اکثریت همین گونه بودن یعنی هیچ مکتب موسیقی رو نخوندن ولی همین هنر و جوهر و صدا در وجودشون ازلی بود بله کوه داره در بغل مرغان خوش الهان بس کبک را از نغمه و از طرز رفتار شناس این همین سلطان یک کبک هست که امروز در فضای تاجیکستان بال پرافشانی کرده ایستاد است در سبک های مختلف ترانه میخوانند عجیب از این است در همه سبک ها این خوانده میتونه همون قدر استعدادی همین فطری داره که همون قدر استعدادی بلند داره که برای این مثلا فرق ندارد یا زبان روسیه یا زبان تاجیکی است زبان ازبکی است مثلا سبک ششمقام یا خلقیه است در همه ژانرها سرود خوانده میتونه این عجیب این از همون ذوق بلند این ای شاگردی انا می شعر راهبری همین انسامبل ششمقام شیرعلی قاسم ای همون آدم این آورده در همین انسامبل جا کردگی است و امروز شکرانه در همه معرکه های چی جمهوریوی چی ولایتی در صف پیش برای مردم خدمت کرده ایستاد است به حد خدمتش زیاد است در انسامبل و البته با کمک همین نوازنده ها همین نفرهایی که مطربان بله همه روزه هر روز دو ساعت سه ساعت همراه همین بچه ها کار میکنه سرودای نو ایجاد میکنه برای مردم و پسند مردم است امروز چی ترانه دیگر آورده امروز ترانه عشاق سمرقند شعر زیبونیسا آهنگ استاد حاجی عبدالعزیز آفرین
سنر مسان جاوز نگاهی گرم ادا یه دیل را با این جاسم های یارد منم فریاده بیام کی زلفی کجم بیام کی زلفی کجم چشم سر مساو اینجا سفر یادم نگاهی گرم ادا یدی اینجا سه فریاد من کرمش مدیخ نجا خنجر شهاد در طلبی داشت که هر بلا اینجا سیارم اگر بهش رحم نر فریبی کس مطوری قدم زیمه کده بیرون من یک جاو اینجا
ادامه برنامه فضا است. دوستان عزیز، یادآور میشم که مهمانان برنامه ما هنرمند و آوازخوان انسمبل شش مقام ولایت خطلان زیازاده سلطان هستند و همچنین هنرمند مردمی تاجیکستان امیردین کبیری که حضور ایشان را خیر مقدم میگیم. و هنرمندانی که در سبک‌های مختلف میخوانند، در ژانرهای مختلف ترانه میخوانند کم هستند. یعنی بله. یک هنرمندی هست که تنها در یک سبک و در یک ژانر موفق است. بله. هنرمندی هست که مثلا تمامی سبک ها رو میتواند بسراید. بله. ما در اول یک نحت شنیدیم. بله. که خیلی زیبا سراییدن. بله. و اینجا باز برای ما با قول سورپریز شد یک. بله. ترانه که در ژانری مقام سراییدن و خیلی صدای گیرا و گوشنواز نیست داشتن. اکن سلطان جان همین انتخابش بسیار انتخاب خوبه. یعنی ترانه های خوب انتخاب میکنه. بله، همین ترانه های خوب، ترانه های نصحتی، ترانه هایی که مردم را تربیه میکنن این سخن ها. همین برای همین هنرمند موفق شدنش همه باید یک چیزی بلندی بخونه، سرودای بلند باید بخونه که اصلا معنی همین سرود خواندن و همین است که یک نفر یک چیز بهره بره از اون سرود. برای همین بسیار انتخاب خوب داره و با همین تشبوس یا همین نوازنده ها تشبوس همین ها همین ها را یک جا کار میکنن، در جای کار جا بجا میکنن و این برای مردم پیشکش کرده ایستان همه روز. شما تقریبا همه روزه دو سه ساعت وقتی مطربان رو میگیرید در جای کار، یعنی بیشتر با اینو تمرین میکنید، کار میکنید، ترانه ها رو زمزمه میکنید؟ اکنون اینجا ما یک من نیستم، اینجا من استاد احد پولاتف هستم، استاد امیردین کبیری، استاد محمد علی ایوبی، انا پریگول، انا همه اینها من به وقت کدامی که پیش آمد وقتی نوازنده جای کار باشند به نوبت دیده یک ساعت یک ساعت دیده می برویم. هیچ هم نباشد نیم ساعتی یا 40 منوتی دیده می برویم چیزویا تمرین میکنیم. انا استاد شیرعلی قاسم هر وقت چیزوی نو من دوم رادیو می بیام با این انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو همکاری داریم، اومده از اینا با چیزوی که نو با ترانه‌های نو یا چیزوی که هنر می بیارم استاد من حید با یوسفوف نوازنده‌ای که همکاری میکنیم اینا تیار میکنن با ما پیشنهاد میکنن و ما این رو دیده میبریم. کسی به خود چیزی معقول باشد مدلش همون رو میخواند، انتخاب میکند، تیار میکند، میخواند. باز هم مقام میخوای در ژانر دیگر خواند؟ نه، زلفی پریشان. آن زلفی پریشان زده شانه ندارم
بر دفتری دل هاز چی مستر زده باز شبد محرمی چشمش ای سرم چرا حلقه با این در زده باز با پیر دلی کس نشود محرمی چشمش ای سرم چرا حلقه با این در زده باز جهان تا دامن با چرا من اختر زده باز بی دل زی فروغی گهری نظمی جهان تا دامن زی چرا من اختر زده باز دامن زی چرا من اختر زده باز ای سرم چرا حلقه با این در زده باز خسته نباشید واقعا هم زیبا بود جذاب بود و خیلی زیبا اجرا کرده بید. یکی از ترانه های خیلی محبوبی ژانر شش مقام است که شما نیز جذاب اجرا کردید و صداتون نیز خیلی گیرا بود. میگویند که گاهی در تجربه انسان ها اون چیزهایی را از خود میکنن که در تحصیل نمیکنن.
و در تجربه همکاری با انامین هنرمندان حرفه‌ای برای شما خیلی زیاد چیزا را آموزانید و چی ها را آموختید اصلا از مطربان، از اون نفرانی که در انسمبل ها کار میکنن و حرفه‌ای هستن در سمت خود؟ یک چیز است که در زندگی وقتی آدم چخیل گوده که نوزاد یکم قدم هم میموند، همین صنعتکار هم همه خیل. همین وقتی یکم قدم هم مونده دویمش به یاردم میکنم من استادو. ما هم به اینو هیچ. وقتی که یکمین من نمیخوندم ششمه. کار میکردم فرهنگی شهر. دیگر جنر رو سرم. دیگر جنر رو میخوندیم یکم و مشکلات نبود. یکمین بار همین استاد شیرعلی قاسموف، استاد من حمید بوی یوسفوف دو کسا گفتن که میخونی. نمیتونم میگم میگم میخونی. آنامی میخونی میخونی یک امی سه مصرع سرودی مقام قریب دو ساعت سه ساعت من امی میخونی میخونی مشق میکردید؟ نه همون روز مشق میکردید. همون روز خودش باید وقت یوش بودیم اگر وقتی یوشی با امی یک آگون اگر در آب خود میکنی نه اوزی مثال چند باید مشکل دارد نکه باید وقتی خیلی نبود از خود کردم عذاب کشیدم و نکه شکرانه پروردگار من شکرانه استادو یاد میتیان آهسته آهسته دیگر درست میشم به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاره بود گل دسته گردد واقعا همه چیزا از روز از استادو میخونم وقتی استادو میخونم چنده که آواز خونم باشیم گوییم که ما میتونیم خونده نه با ما را نگاه میکنیم بو یک نیاز داریم با همون تمرین نیاز دارم گوش میکنیم که چخیل خوندوس اگر بدیل نزدیک شود همون خواندن همون آدم الهام پیدا میکند آدم میزود هم گیم حرکت کنم مثلا این باز زیادتر خونم. خب وقتی که به انسمبل شش مقام وارد شدید و با هنرمندان جنت مقام همکاری کردید، خب این فضا تا چه اندازه برای شما پسند بود و ترانه های مقام تا چه اندازه توانیست که انمون وجود شما رو پر کنند؟ یک چیز است که اگر چیز بدیل نزدیک نباشد اگر یک سال دو سال نه 20 سال و 30 سال زن وای نمیشه تو قبول کردن نمیتونی وای انا وقتی که بدیل نزدیک است همین دل که قبول کرد وای مشکلات ندارد بعد با تکرار میکنم که یوری رسانی من استادو بله هم ذوق بلند واقعا هم ذوق هست و صدای شما هم فکر میکنم که خاصه برای همین ژانر مقام است. بله بله خاصتا همون اوج هایی که شما در ترانه ها میگیرید همون اوج هایی را که اجرا میکنید خیلی بله. خیلی اوج هایی زیبا است و گوشنواز است و فکر میکنم که خب سلامت باشید خاصتا همین شما را به همین راه راهنمایی کردن استادان نیست اشتباه نبود، یعنی آنها دیدن حس کردن و احساس نمودن که صدای شما محض برای ژانر مقام است، هرچند که در دیگر ژانرها نیز خیلی دست قوی داره، خیلی موفق هستید، صدایتون خیلی گیرو است در دیگر ژانرها نیز و من برای شما برون میخوام. شما نیز استاد خوش آمدید به برنامه ما، خیلی لذت بردم از صحبت و از دیدار و از تشریف شما در برنامه فضا و فضای برنامه امروزه ما را شما رنگین کردید، خوش آمدید به برنامه. زنده باشید. خب چی ترانه آوردید دیگر؟ انا ترانه در وصف تاجیکستان. خب به انتهای برنامه امروزه فضا رسیده، می توانید درود و پیام خود را می توانید حرفای نو گفته خود را برای بیننده ما گفته باشید. با کارمندان تلویزیون سفینه تشکر میگویم که ما رو تکلیف کردن این برنامه زنده، این خیلی با مردم هم پسند میآید که وقتی صنعتکار زنده میخواند این یک جهان دیگر است. برای همون مینداری خود رو و مینداری من استادان رو نوازندگان رو به شما تشکر، یک جهان تشکر برای شما. خسته نباشید، زنده باشه، سلامت باشه، دائما انامین برنامه ها انا میخواد پرمضمون باشن و با طریق زنده هنرمندا برای مردم سرودخوانی کنن. خسته نباشید، خوش اومدید به برنامه فضا. امیدوار هستم که باز هم سر این سفره در برنامه های دیگر ماه های دیگر
باز هم شما را دعوت میکنیم و از ترانه های نو و از ایجادات نو شما حرف خواهیم زد. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروز فضا رسیدیم. یادآور میشم که مهمانان برنامه ما بودند آوازخوانان انسمبل شش مقامی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، هنرمند مردمی تاجیکستان امردین کبیروف و آوازخوان محبوب شناخته این منطقه زیازاده سلطان. همینجا یک ترانه دیگر پیشنهاد میشود. با شما خیر خوش میکنیم. دیارم تاجیکستانم عجب زیبا مکان هستی، عجب زیبا مکان هستی، با نبض زنده جان هستی. دیارم تاجیکستانم عجب زیبا مکان هستی، عجب زیبا مکان هستی، با نبض زنده جان هستی. کشیده کوه‌های قهر با افلاک وطن مادر، یگانه در جهان هستی، بهشتی آرمان هستی. کشیده کوه‌هایت و افلاک وطن مادر، یگانه در جهان هستی، بهشتی آرمان هستی. برایت شاهد رندش سوگن از دل و جاخ، بجا سوگن شاهم بر نفیر یکی ساخ. برایت شاهد رندش سوگن از دل و جاخ، بجا سوگن شاهم بر نفیر یکی ساخ. پایی سر سبزی این می لطو این وحدتی جاوی، با جان سوگند پیشی خال که با عقل و با وجدان خود. پای سر سبزی این می لطو این وحدتی جاوید، با جان سوگند پیشی خال که با عقل و با وجدان خود. همه ننگش بجا آرش، بجا کارش بجا آمد، زی درگاه خدا روزه به گوشش این ندا آمد. همه ننگش بجا آرش، بجا کارش بجا آمد، زی درگاه خدا روزه به گوشش این ندا آمد. تو از وحدت مگر دام رو دوری دست گیرد من، برای وقتی پا ماندن صفا اندر صفا آمد. تو از وحدت مگر نام رو عمری دست گیرد من، براهش وقتی پا ماندم صفا اندر صفا آمد. براهش وقتی پا ماندم صفا اندر صفا آمد. براهش وقتی پا ماندم صفا اندر صفا آمد.